مهمان من یکی از متخصصان شناخته شده اقتصاد سیاسی در حوزه نفت و انرژی در کشورهای حوزه خلیج فارس است. او تحصیلات دانشگاهیش را از ایران و در رشته مهندسی راه ساختمان آغاز کرد. بعد به انگلستان آمد و از دانشگاه‌های ریدینگ و اگزتر به ترتیب مدارک فوق لیسانس توسعه و دکترای اقتصاد سیاسی گرفت. و در همین رشته اقتصاد سیاسی است که نوشته ها و نظرات سارا بازوبندی در رسانه‌های بین‌المللی به کرات استفاده می‌شود. او در دانشگاه‌های مختلف تدریس کرده و در حال حاضر مدیر مؤسسه ریسک سنجی خاورمیانه در شهر هامبورگ آلمان است. آیا به نظر او ایران از پس تحریم‌های اخیر آمریکا و به خصوص تحریم نفتی برخواهد آمد؟ آینده کشورهای حاشیه خلیج فارس که اقتصادشان عمدتاً به نفت متکی است را چگونه می‌بیند؟ خانم سارا بازوبندی به برنامه به بار دیگر خوش آمدید. متشکرم. شما در ایران رشته مهندسی راه ساختمان خوندید. چطور سر از اقتصاد سیاسی در آوردید؟ من وقتی کارم رو تو شرکت شروع کردم از نزدیک شاهد این بودم که ایران برای به خصوص پروژه های عمرانی مثل سدسازی، ساخت نیروگاه، راهسازی و غیره. کارتون در شرکت در داخل ایران بعد از فارغ التحصیل؟ دقیقاً بله. از نزدیک شاهد این بودم که چه چالش های سر راه این شرکت های مثل شرکتی که من براش کار میکردم وجود داره برای تأمین منابع مالی، بحث فایننس و آوردن سرمایه گذار خارجی تازه در اون سالها باز شده بود در ایران و میدیدم که ما چه چالش های پیچیده‌ای و چه سختی‌هایی رو شرکت‌های ایرانی به خصوص مثلا اون شرکتی که من باهاشون همکاری می‌کردم باهاش مواجه هستم و با این علامت سوال از ایران اومدم بیرون وقتی که به قصد ادامه تحصیل اومدم که واقعا چرا با وجود تمام این منابع طبیعی نفت و گاز و این وابستگی ما و این درآمد هنگفته ما به عنوان یک تولید کننده عمده انرژی در دنیا چرا ما با یک همچین چالش‌های مواجه هستیم و این واقعا قوه محرک اصلی ما سوق داد شما رو به طرف اقتصاد سیاسی. شما البته در بعد از این رشته‌ای که خوندین در دانشگاهی که توی مقدمه گفتم بعدش هم در دانشگاه‌های تدریس کردید تا و بالاخره امروز شما در حال حاضر مدیر مؤسسه ریسک سنجی خاورمیانه که در شهر هامبورگ هستید. امروزا در پرتو تحریم‌های آمریکا علیه ایران، یعنی در واقع تشدید تحریم‌ها میشه بهش گفت و به خصوص تحریم نفتی، بحث عمده محافل اقتصادی در داخل و خارج ایران مسئله اینه که این تحریم‌ها چه لطمه‌ای بر اقتصاد ایران می‌زنه. شما هم در این زمینه خیلی کار کردید و مطلب نوشتید. به نظر شما چقدر خطر برای اقتصاد ایران تحت تاثیر این تحریم‌ها جدیه؟ خطر بسیار جدیه متاسفانه، به خاطر اینکه اقتصاد ایران اقتصادیه که متکی به صادرات و درآمدهای نفتیه و خب این درآمدهای نفتی هم نقل و انتقالشون به داخل کشور متکی به نظام بانکی بین‌المللیه و این تحریم‌ها هر دوتای این المان‌های مهم رو برای اقتصاد ایران هدف قرار دادن و اتفاقی هم که اخیراً افتاد با تحریم خیلی شدید سپاه پاسداران که یکی از میشه گفت فعالترین، اگر نگیم فعالترین نهاد، یکی از فعالترین نهادهای اقتصادی در داخل کشور هست، طبیعتاً تأثیر بسیاری خواهد گذاشت. یعنی وقتی که داد و ستد مالی برای ایران دشوار بشه، واردات دشوار میشه، صادرات دشوار میشه، بازار کار به همون میزان تحت تأثیر قرار میگیره و این یک چرخه متاسفانه خیلی منفی هست که ادامه پیدا خواهد کرد. یعنی در دراز مدت تأثیرش روی اقتصاد ایران چیه؟ در واقع چی میشه؟ یعنی چه به سر اقتصاد ایران میاد؟ ورشکسته میشه؟ اقتصاد ایران اقتصاد بزرگ ورشکستگیش زمان احتیاج داره، ولی خب این مسیر فعلی مسیر به سمت ورشکستگی رفتنه و این ورشکستگی زمان میبره و به هر حال عوامل متعددی هم باید
اتفاق بیفتن. یکی از مهمترین عوامل کند شدن رشد اقتصادی هست. خب این اتفاق داره میافته. الان در پیشبینی های مؤسسه صندوق بین‌المللی پول یا مؤسساتی مثل بانک جهانی برای سال 2019 میلادی، همین سالی که الان درش هستیم، پیشبینی ها هستش که حتی تا 6% اقتصاد ایران دچار انقباض میشه. بله، رشد منفی پیدا میکنه. و خب این رشد منفی معنیش این هست که، و این رشد منفی رو اگر شما با تورمی که الان ما تقریبا تورم 50% الان در ایران باش مواجه هستیم، وقتی این دوتا رو با همدیگه ادغام بکنید و در شرایط بازار کاری که به حتی اطلاعات دولتی، منابع دولتی از آن دارن که در سایه تحریم ها ما 1,000,000 شغل در ایران ظرف سالهای پیش رو، حداقل یک سال آینده، احتمالش هست که از دست بره. خب تمام این عوامل رو وقتی در کنار همدیگه قرار بدین، طبیعتاً مسیر ورشکستگی اقتصادی هست. ولی خب حالا به هر حال دولت هم در داخل ایران یه راهکارهایی برای کند کردن و به تعویق انداختن این مشکلات داره اعمال میکنه. چقدر زمان میبره واقعا مشخص نیست، ولی آیا واقعا به اون ورشکستگی مطلقی که شاید خیلی ها نگرانش هستن خواهد رسید یا نه، اون هم مشخص نیست. ولی به هر حال مسیر خیلی سختی هست برای ایران. خب طبیعتا این تاثیرش بر مردم و وضع معیشتی مردم خیلی زیاد خواهد بود. 100%. خب ببینید، اخراج از دست دادن شغل، تعویق افتادن درآمدها، ناهمگون بودن درآمدها با مخارج به دلیل تورم افزاینده، همه اینها عواملی هستند که دست به دست هم داده و وضعیت معیشتی رو مشکل کرده. در بازار مسکن مثلا اگه شما در نظر بگیرید، ما تورم خیلی شدید رو در بازار مسکن و در بازار اجاره مسکن داشتیم. خب وقتی که درآمد ثابته و هزینه ها در یک مقطع کوتاه به شدت افزایش پیدا کنن، طبیعتاً وضعیت معیشتی به شدت تحت خطر قرار خواهد گرفت. حالا یکی از عوارض در واقع تحریم ها در سالهای گذشته مسئله رشد فساد اقتصادی در جامعه بوده، یعنی از طریق راه‌های دررویی که مثلا برای دور زدن تحریم‌ها اعمال می‌شده، سبب شده که عده‌ای به هر حال پول کلونه به جیب بزنن و عملاً ما نمونه زیادی تو این زمینه‌ها داشتیم. یک دلیلی که فساد مالی شدید میشه در یک همچین فضایی تو کشورهایی مثلا نیجریه و کشورهای نفتخیز آفریقایی هم با یک همچین پدیده ما مواجه هستیم در یک سطح خیلی بالا، یکی از علل بزرگش این هست که شما یک منابع بزرگی رو میدین دست یه عده محدودی از افراد، از اشخاص، و این اشخاص نظارت کافی بر روی عملکردشون وجود نداره. نبود عملکرد منابع بسیار زیاد خب به هر حال وسوسه کننده هست و این بستر خیلی آسونی رو فراهم میاره برای تشدید فساد. خب حالا یک موضوع دیگه هم که شما در گذشته روش تاکید کردین و اشاره کردین، مسئله تاثیر این تحریم ها بر به اصطلاح جامعه مدنیه. این دقیقا به چه شکل تاثیر منفی داره بر جامعه مدنی ایران؟ ببینید، جامعه مدنی در شرایطی که تحریم روی معیشت مردم تاثیر گذاشته، طبیعتاً اون پویایی خودش رو از دست خواهد داد. یعنی در فضایی که امید به آینده، امید اقتصادی، امید اجتماعی کاهش پیدا کنه، جامعه مدنی هم فعالیتش قاعدتاً تحت شعاع قرار میگیره. یکی از عمده‌ترین دلایلشه. دلیل بعدی این هست که خب جامعه مدنی احتیاج به منابع داره، احتیاج به منابع مالی داره برای انجام فعالیتاش، و این منابع مالی وقتی که در یک اقتصاد تحت تحریم در داخل کشور اگه منابع تامین نشه، این منابع از خارج از کشور باید بیاد. از خارج از کشور هم اگر بیاد، خب تهدید علیه امنیت ملی حساب میشه. ما یک مشکلات این چنین رو هم داریم، یعنی نهادهای بین‌المللی خارجی به راحتی نمیتونن از جامعه مدنی در داخل ایران حمایت کنن. و طبیعتاً این دوتا علت من فکر میکنم که علل اصلی هستن که فعالیت جامعه مدنی رو تحت تاثیر قرار میده. حالا سرکوب و خشونت سیاسی و اجتماعی هم که همیشه بوده، شاید در شرایط تحریم با توجه به اون نگرانی حاکمیت از تأثیر اجتماعی و سیاسی تحریم ها، حتی این سرکوب و خشونت تشدید هم بشه. حالا دولت آقای ترامپ همطور که خودش بارها گفته، اینه که قصدش اینه و تلاشش اینه که ایران نتونه یک قطره نفت هم صادر بکنه.
از طرف دیگه ما همین اواخر آقای روحانی صحبت از این میکنه که ما راه‌های دیگه‌ای داریم که آقای ترامپ خبر نداره و ما میتونیم نفت اون هر چقدر که بخوایم میتونیم صادر بکنیم. کی راست میگه؟ من فکر می‌کنم حد وسط این دوتا حقیقتی هست که ما باش مواجه خواهیم بود. یعنی نه صادرات ایران در کوتاه مدت در آینده نزدیکی که ما شاهدش هستیم به صفر خواهد رسید و نه اون هفت راهکاری که آقای روحانی ازش صحبت میکنه وجود داره. یعنی میتونه اون هفت راهکار وجود داره ولی نمیتونه صادرات رو به همون میزان ادامه بده. یعنی ما وقتی که از یک صادرات فرض کنید که حدود 2.5 میلیون بشکه در روز داریم صحبت میکنیم، این 2.5 میلیون بشکه در روز احتیاج به بیمه کشتیرانی داره، احتیاج به حمل و نقل دریایی داره، احتیاج به قراردادهای مالی و بانکی داره و تمام اینا تحت تاثیر قرار گرفتن به خاطر تحریم ها. حالا راههایی که پیش پای ایران هست چی هست؟ راه‌های متدهای مختلفی مثل مثلا عوض کردن پرچم نفتکش یا نقل و انتقال نفت بر روی دریا از یک نفتکش به نفتکش دیگر، خاموش کردن سیستم‌های رادیویی ارتباطی نفتکش‌ها و برنامه‌های از این قبیل استفاده می‌شده و قاعدتاً ایران سعی خواهد کرد که ادامه بده استفاده از این روش‌ها. روش‌های دیگه‌ای هم مثل تعویض نفت در برابر کالا رو هم ایران در طی این سال‌ها سعی کرده بهشون بپردازه. مثلا یک تفاهم‌نامه بین ایران و روسیه انجام شده چندین سال گذشته که تا روزی 500,000 بشکه روسیه این توانایی رو داره که از ایران نفت بگیره و به جاش کالاهای تولید روسیه به ایران بده. حالا روسیه چقدر رغبت برای عملی کردن همچین تفاهمی داره؟ این یک سوال هست. و سوال دوم این هست که اون کالاهایی که روسیه میتونه در اختیار ایران بگذاره چقدر مشکلات اقتصادی ایران رو حل خواهد کرد؟ اونم بازی علامت سوال دیگه است. پس بنابراین تمام این روش ها ممکنه ایران سعی کنه که ادامه بده استفاده ازشون رو، ولی میزان صادرات و میزان تأثیری که این روش ها روی کاهش تأثیر منفی تحریم خواهند داشت به هر حال محدود خواهد. اضافه اینکه هزینه اینا هم خیلی بالاست. حالا چه کشورهایی ممکنه احیانا به حال اعتنایی به تحریم‌های آمریکا نکنن و کماکان از ایران نفت بخرن؟ چین و روسیه و ترکیه قاعدتاً کشورهایی هستند که سعی خواهند کرد ادامه بدن این رابطه رو. ترکیه و چین به خاطر اینکه تخفیف‌های خیلی کلانی از ایران میتونن بگیرن و این براشون منفعت اقتصادی داره. البته خب چین الان خودش تحت فشار از طرف دولت آمریکا به خاطر همون جنگ تجاری که دولت ترامپ آغاز کرده، شاید یه مقدار اون رغبت سیاسی در پکن هم کاهش پیدا کرده باشه بنا به این دلیل. روسیه این توانایی رو داره ولی اصولا روسیه رابطهش با ایران یک رابطه خیلی پیچیده‌ای بوده همواره. یعنی به نفع روسیه نیست که اجازه بده ایران قدرت اقتصادیش رو در منطقه کسب کنه، حفظ کنه یا حتی قدرت سیاسی و نظامیش رو، همونجوری که ما در سوریه دیدیم که چطور ایران رو از میدان به در کردن نیروهای روس. به هر حال اینا کشورهایی هستن که تواناییش رو دارن اما میل سیاسیش تا چه حد براشون منافعشون رو تامین بکنه من فکر می‌کنم تعقیب خواهد کرد. حالا یک اروپا، کشور اروپایی کماکان دارن تاکید می‌کنن سر این مسئله که ما به برجام پایبند هستیم و تمام تلاشمون هم داریم می‌کنیم که این رابطه اقتصادی و مبادلات بازرگانیمون با ایران حفظ بکنیم و برقرار بکنیم و بیشترش بکنیم و حتی صحبت از سرمایه گذاری در ایران میکنن. چقدر واقعا جدیه تلاش اروپا؟ چون از طرف دیگه ایران به اروپایی ها میگه شما فقط دارین حرف میزنین، کاری انجام نشده تا حالا. ببینیم برای اروپایی ها دو تا دلیل عمده دیپلماتیک داره. دلیل اول اینه که میخوان در جامعه بین‌المللی نشون بدن که هر تصمیم آمریکا بگیره اروپا دنبال روش نیست و این یک حرکت سمبولیکه به نظر من بیشتر تا عملی باشه. دلیل دوم این هست که خب به هر حال اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی سرمایه گذاری دیپلماتیک خیلی عمیقی کردن برای اینکه بتونن برجام رو به سرانجام برسونن و الان تمایل ندارن که ببینن یک شبه تمام این تلاش‌های دیپلماتیک
بی‌ثمر شده و برای حفظ برجام و برای اینکه ایران رو به تعهدات هسته‌ایش پایبند نگه دارن، ناچار هستن که این رغبت رو از خودشون نشون بدن که ما تمایل داریم که حفظ کنیم رابطه‌مون رو با ایران و تلاشمون رو تا حد اکثر ادامه خواهیم داد برای اینکه روابط اقتصادیمون رو با ایران ادامه بدیم. اما در عمل ببینین، اقتصادهای اروپایی اقتصادهای نسبتاً آزادی هستند. دولت‌ها در تصمیم گیری شرکت‌ها تأثیر خیلی عمیقی نمیتونن داشته باشن. یعنی حتی اگر فرض کنین در زمان دولت آقای کامرون در همین شهر لندن، ما دیدیم که آقای کامرون یک نامه مفصل سرگشاده‌ای نوشت به بانک‌های لندن که با ایران همکاری کنین، کمک کنین به دولت ایران، به بانک‌های ایرانی، ولی با هیچ کدوم از توجه نکردن. ولی توجه نکردن. خب به همین دلیل اروپایی اومدن یک شرکت درست کردن دیگه، همون شرکت به اصطلاح اینستکس که در واقع ترجمه این مخفف این کلمات اینه که وسیله برای کمک به مبادلات تجاری با ایران، که از طرف بریتانیا و فرانسه و آلمان در واقع تشکیل شده و در فرانسه هم به ثبت رسیده. این حالا صحبت اینه که این شرکت در واقع یک شرکت دولتیه، ولی در این حال هم شرکته. این تا چند اندازه فکر میکنه میتونه موفق باشه؟ البته هنوز عملیاتی نشده این شرکت. نه، هدف از تأسیس این شرکت این هست که این شرکت بتونه ارتباط بین شرکت‌های مختلف اروپایی رو برقرار کنه، که مبادلات مالی بدون اینکه پول نفت بره یا پول حالا هر صادرات نفتی یا غیر نفتی به اروپا، بدون اینکه این پول‌ها به حساب بانک‌های ایرانی یا به حساب دولت ایران واریز بشن، این منابع مالی مستقیما به حساب شرکت‌های دیگه اروپایی واریز بشن، که در ازای اون ایران بتونه مواد اولیه، کالا، دارو، چیزهای از این قبیل رو بتونه وارد کنه. مشکل اساسی که این سیستم داره این هست که وابسته به صادرات ایرانه و اگر، یعنی فقط منابعی که درآمد صادرات ایران هستن رو میتونه جابجا کنه، اجازه داره جابجا کنه. وقتی که صادراتی وجود نداشته باشه، وقتی که این معافیت ها مثلا تمدید نشده باشه و کشورهایی که مثل ایتالیا و یونان که حتی شامل این معافیت ها بودن در دوره قبل از ایران ولی نفت نمی خریدن دیگه، این روابط رو ادامه ندن با ایران، طبیعتاً میزان منابع مالی که در دست این شرکت هست برای هماهنگ کردن این پرداخت ها خیلی محدود خواهد بود. پس یعنی درسته که این سازوکار وجود داره، ولی این سازوکار وقتی پولی در داخلش نباشه فایده‌ای به حال اقتصاد ایران نخواهد داشت. حالا یکی از یه خود گسترده‌تر اگر نگاه کنیم و دراز مدت‌تر راجع به وضعیت اقتصادی ایران، یکی از شعارهایی که همیشه در ایران مطرح بوده و از اول انقلاب 40 سال داره تکرار میشه، مسئله این که وابستگی اقتصاد ایران به نفت رو کم بکنن، که این البته شامل حال فقط ایران نیست، کشورهای منطقه هم همینطور که وابسته به نفت هستن. شما فکر میکنین چرا 40 سال بعد از انقلاب کماکان این در قالب شعار باقی مونده؟ به دلیل اینکه درآمد نفتی کلانه و آسون به دست میاد. یعنی وقتی که شما در یک منطقه مثل منطقه خلیج فارس، هزینه تولید هر بشکه نفت به طور متوسط 5 دلاره. در یک کشوری مثل کانادا یا ونزوئلا هزینه تولید چیزی حدود 30 دلاره. خب طبیعتاً خیلی راحت و خیلی ارزان هست برای کشوری مثل ایران، مثل عربستان سعودی، مثل امارات متحده عربی، مثل کویت که نفت تولید کنن و این نفت ها رو بفروشن و درآمدهای کلانی داشته باشن. بنابراین این به تعویق انداخته این پروسه غیر نفتی کردن یا نفت زدائی رو برای این اقتصادها. هدف از این پروسه هم در نهایت یا مکانیزمی که این پروسه میتونه شاملش باشه این هست که این در بهترین وضعیت درآمدهای نفتی رو بگیره و سرمایه گذاری کنه در حوزه های غیر نفتی. ولی عملا میبینیم که در ایران این اتفاق نیفتاده. مثلا درآمدهای نفتی اومده سرمایه گذاری شده توی حوزه های مثل خودروسازی که اون هم به نوعی باز ناجیش در نهایت درآمدهای نفتی بودن در شرایط سخت مالی و از لحاظ کیفیتی هم نتونسته به رقابت در منطقه برسه.
در یک کشورهای مثل عربستان هم اومدن این سرمایه گذاری ها رو بازم به صنایعی که مرتبط به نفت هستن کردن، یعنی مثلا صنعت پتروشیمی، یعنی باز هم در نهایت اون قوه اصلی محرکه اقتصادی باز هم نفت باقی مونده. خب حالا با همه اینها چطور ایران در منطقه مقایسه میشه با کشورهای دیگه ای که تلاش کردند؟ حالا شما توضیح دادید بعضی از تلاشایی که شده، مثلا فرض کن مثلا در امارات متحده عربی روی توریسم مثلا یه مقدار زیاد سرمایه گذاری کردن، یا مثلا سرمایه گذاری هایی که از صندوق ثروت ملیشون در جاهای دیگه رفتن سرمایه گذاری کردن، از کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین گرفته تا کشورهای اروپایی و آمریکا، اونا تا چه اندازه موفق بودن در این زمینه؟ کشورهای مثل کویت و امارات متحده که خیلی موفق بودن در این زمینه. امارات متحده یا حالا دولت ابوظبی، بخاطر اینکه بیشتر منابع نفتی در ابوظبی هستن، بزرگترین صندوق ذخیره ملی جهان رو که از درآمدهای نفتی تأمین میشن رو دارن، و همونطوری که شما هم بهش اشاره کردین، از سرمایه گذاری های در بانک های اروپایی و آمریکایی گرفته تا سرمایه گذاری در ساختمان های معروف و معتبر مثل ساختمان مثلا کارلایل در نیویورک، تا هرودز لندن، تا سرمایه گذاری های این چنینی و سهام شرکت های مختلف رو در سراسر دنیا خریدن، از بازارهای نوظهور گرفته تا اروپا و آمریکا. و کویت مثلا قدیمی ترین صندوق ذخیره ارزی نفتی جهان رو داره، ابوظبی بزرگترین صندوق ذخیره ارزی نفتی جهان رو داره. در این میان عربستان یه مقداری از این لیگ برتر به نوعی عقب بوده در طی این دهه‌های گذشته، که حالا ولیعهد عربستان اومده و صندوق بازنشستگی ملی عربستان رو میخواد به صندوق ذخیره ارزی این چنینی تبدیل کنه، و میخواد که رفته با مثلا شرکت‌های استارتاپ‌های توی آمریکا تو سیلیکون ولی صحبت کرده، یا حتی میخواد سرمایه گذار خارجی به عربستان دعوت کنه که مشارکت سرمایه گذاری داشته باشن بین صندوق بازنشستگی ملی عربستان و غیره. در مجموع ببینین ایران از تمام این کشورها عقب مونده در طی این سالها. بخشیش به خاطر این بوده که ایران همواره در طی این 40 سال گذشته تحت تحریم بوده، یعنی اجازه سرمایه گذاری در این کشورها، در این بازارها ایران به نوعی نداشته. تا چه اندازه این در واقع به این دلیله که برخلاف خیلی از کشورهای منطقه اقتصاد ایران در واقع در گروگان سیاست خارجیش بوده، و این سیاست خارجیش بوده که خط مش اقتصادیش رو تعیین کرده، نه برعکس؟ دقیقا. حالا این به نظرم میرسه که راه حل کوتاه مدت نداره. شما فکر میکنین که تشدید فشارهای اقتصادی بر ایران ممکنه احیانا تجدید نظری در سیاست خارجی ایران بشه؟ ببینید، غیر ممکن نیست، چون اصولا هر دولتی اولویت اولش بقا سیاسی خودش، و دولت ایران هم از این قضیه مستثنا نیست، و فشارها هم البته خب شدت فشارهای اقتصادی هم شرطن. وقتی فشار حد اکثری رو به این شکل دولت آمریکا داره با حالا با همکاری کشورهای دیگه در سطح بین المللی روی ایران اعمال میکنه، با این امید داره این کارو میکنه که به هر حال این تغییر رفتار رو شاهد باشه. حداقل تأثیری که میذاره اینه که وقتی منابع مالی در دسترس دولت ایران کاهش پیدا کنن، خب ریخت و پاشهای منطقه‌ای دولت ایران در حوزه نظامی و در حوزه سیاست خارجی هم کاهش پیدا خواهد کرد. این اولین تأثیرش خواهد بود. حالا تأثیر ساختاری و فلسفی هم که در به مرور شاید امید دارن که اتفاق بیفته در داخل دولت ایران، ولی من فکر میکنم هدف نهایی این هست، و طبیعتاً اگر این فشارها به این شکل ادامه پیدا کنه، تغییراتی رو ما شاهدش خواهیم بود. حالا ممکنه در سطوح، در اون سطحی که دولت آمریکا آرزوش رو داره نباشه، ولی به هر حال در یک سطح واضح و چشمگیری این اتفاق ممکنه بیفته. حالا اخیراً وزیر خارجه ایران مصاحبه‌ای داشت با فاکس نیوز، و اونجا مسائلی مطرح کرد که
از جمله اینی که مثلا خود آقای ترامپ آدم جنگجویی نیست و قرار نیست که به ایران حمله بکنه و این کسانی مثل آقای بولتون و پامپئو و کشورهای مثل عربستان سعودی و اسرائیل اینا هستن که تلاش دارن میکنن امریکا رو بکشونن به جنگ با ایران. خیلی تعبیر از این صحبت‌های آقای ظریف این کردن که این داره روی سخنش مستقیما به رئیس جمهور آمریکاست و میخواد یک کانالی باز بکنه برای صحبت در این زمینه مستقیما با خود آمریکا. تعبیر شما هم همینه؟ من معتقدم که مذاکرات حالا در سطح پایین یا به طور غیر مستقیم ادامه داشتن و ادامه دارند. یعنی در اوج شرایط، شما اگر به گذشته نگاه کنید، در اوج شرایط خیلی بحرانی در پایان دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد مذاکرات عمان در جریان بود و هیچ کس حتی ای بسا در اون زمان فکرش رو هم نمی‌کرد که مذاکرات در چنین سطحی دارن اتفاق می‌افتن بین دو کشور. دلیلی هم نداره که الان این مذاکرات ادامه پیدا نکرده باشن یا در جریان نیستن، اما به هر حال هر دو طرف دارن از این جنگ روانی و جنگ رسانه‌ای استفاده میکنن برای اینکه بتونن به اهداف خودشون در اون تفاهم نهایی برسن. حالا این تفاهم نهایی عملی علنی خواهد شد به اون شکلی که مثلا در برجام شد، یعنی این یک حرکت سمبولیکی بود که در 40 سال گذشته هیچ کس توقعش نداشت که جان کری کنار محمد جواد ظریف بایسته و با هم دیگه دست بدن و عکس بگیرن یا مثلا اوباما مذاکره تلفنی داشته باشه با رئیس جمهور ما در حالی که داره از مجمع عمومی سازمان ملل برمیگرده بره فرودگاه. این ممکنه تا اون اندازه ایران الان در این مقطع تمایل نداشته باشه که سرمایه گذاری سیاسی بکنه تو این قضیه، چون اعتمادی به آینده قول و قرارها با آمریکا ندارن. ولی من فکر میکنم که تفاهمات میتونن به دست بیان و مذاکرات هم در یک سطوحی در جریان هستن. به هر حال خیلی متشکرم خانم سارا بانو بندی، ممنونم از حضورتون در برنامه. متشکرم.